سلام به بخش خبری تلویزیون ایران فردا خوش آمدید سیمین بهبهانی شاعر ایرانی که به نیمای قزل ایران شهرت دارد بامداد امروز سهشنبه در پی ایست قلبی و تنفسی درگذشت علی بهبهانی پسر ارشد سیمین بهبهانی به خبرگزاری ایسنا گفت با همه ی تلاش پزشکان متاسفانه ساعت یک بامداد مادرم درگذشت او افزود حال مادر دیروز عصر اندکی بهتر شده بود و ما فکر می او متوجه اتفاقات اطرافش است. اما متاسفانه مثل شوله شم که بالا می گیرد و بعد خاموش می شود یک بامداد از بیمارستان خبر دادند که او درگذشته است. علی بهبهانی گفت در حال تصمیم گیری برای انتخاب محل آرامگاه مادر هستیم و در حال حاضر نیست پیکر او در سردخانه بیمارستان است. سیمین بهبهانی سهشنبه هفته گذشته به کما رفت و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری بود. سیمین بهبهانی نویسنده و غزلسرای معاصر ایرانی است که 28 تیرماه ماه 1306 شمسی متولد شد. یک کارشناس تغذیه میگوید ماده ای بدتر و بسیار خطرناکتر از روغن پالم در شیر موجود است ها، به گزارش پیام نو، نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران میگوید وزارت به بهداشت هیچ کنترلی بر وجود آنتیبیوتیک در شیر دام ندارد. به گفته پیام محبی زمانی که دام بیمار می شود برای درمان او از آنتیبیوتیک استفاده می شود. دامی که آنتیبیوتیک مصرف کرده تا مدت مشخصی نباید از شیر او استفاده کرد. این کارشناس با تاکید بر این نکته که مذرات وجود آنتیبیوتیک در شیر بسیار بیشتر از موادی نظیر روغن پالمست می گوید وجود آنتیبیوتیک در شیر می تواند مشکلات بیولوژیکی بسیاری را در جامعه به وجود بیاورد. میکروب ها مقاوم می شوند و چنین میکروبی را هیچ دارویی نمی تواند درمان کند. نظیر سل مقاومی که در حال حاضر درمانی برای آن وجود ندارد و در نهایت به مرگ بیمار منتهی می شود. در روزهای اخیر وجود روغن پالم در شیرهای لبنی در ایران جنجال ساز شده بود. به دنبال زلزله ایلام رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید در این شهر بیش از 17 هزار واحد مسکونی تخریب شده است. هرچند وی گفته مشکل آب و برق مناطق زلزله زده برطرف شده است. روز گذشته ای به بزرگی شش ممیز یک در همه ریشتر در منطقه ای از استان ایلام باعث تخریب 70 درصد بافته این منطقه شد. وقوع این زمین لرزه بار دیگر مسئولان و کارشناسان را متوجه خطری کرده که تهران را تهدید می کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران و معاون وزیر کشور با اشاره به زمین لرزه ایلام گفت مشکل آب و برق مناطق زلزله زده در ایلام رفع شده و گروه های امدادی از روز دوشنبه در این منطقه حاضر شدند. نجار در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت روز گذشته با دو زلزله چهار و نیم رشتری در ساعت 16 و 19 در منطقه ایلام روبرو شدیم و پس از این زلزله ها هشدار و آمادگی خوبی به مردم از طریق استانداری رسانه ها و تلویزیون برای ترک منازل داده شد که این امور موجب شد زلزله شش رشتری تلفاتی وجود نداشته باشد. و یادآور شد این اطلاع رسانی مطلوب در این زمینه موجب شد زلزله ایلام تلفات جانی نداشته باشد و در نهایت 3120 نفر مجروح شدند که از این شمار 315 نفر سرپایی مداوا 5 نفر مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند معاون وزیر کشور در ادامه هم گفت 17000 واحد مسکونی تخریب شد و نیروهای امدادی بلا فاصله به منطقه اعزام شدند و اکنون آرامش در منطقه برقرار است. نجار با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران در تهران و ایلام و اعزام نیروها ادامه داد حدود سی هزار تخت چادر به منطقه وارد شد و استانهای لورستان و خوزستان نیز برای ایجاد آرامش در منطقه کمک کردند. وی در پایانم گفت که 5500 واحد مسکونی در روستاها نیاز به بازسازی دارد که از این تعداد 1750 هزار مسکن ساخته شده است. وزارت نجار در حالی است که خبرگزاری ایسنا از قول محمد رضا مروارید استاندار ایلام میگوید که خسارت زیادی به تأسیسات و ساختمانها در آن استان وارد شده است. خبرگزاری مهر هم نوشت که امداد رسانی به این منطقه با سختی روبرو شده. همین خبرگزاری از ثبت دوازده پیش لرزه و پس لرزه در پی زمین لرزه اصلی خبر داده است. در همین راستا احمد کرمی مدیر کل ستاد مدیریت بحران ایلام هم گفت شماره آسیب دیدگان زمین لرزه مرموری از سوابه شهرستان آبدانان به 250 نفر افزایش یافته است به گزارش اینا احمد کرمی افزود این مسلمان به مراکز درمانی شهرستانهای دهلوران آبدانان و استان خوزستان منتقل شدند. گفتنی است زمین لرزه ای به بزرگی شیش ممیز یک ده هم تا 6 ممیز دو دهم ده درجه در مقیاس ریشتر صبح روز دوشنبه 27 مرداد استانهای ایلام، لرستان، خوزستان و کرمانشاه را در غرب و جنوب غربی ایران لرزان مؤسسه جیوفیزیک دانشگاه تهران وقوع زمین لرزه را در ساعت هفت صبح و کانون آن را سه کیلومتری مرموری، 66 کیلومتری موسیان و 41 یک کیلومتری دهلوران در استان ایلام اعلام کرده است. اما سالهاست که با وقوع هر زلزله در ایران کارشناسان و مسئولان به یاد فاجعه ای که با وقوع زلزله میتواند در تهران رخ دهد این روزا با وقوع زلزله شش ریشتری در استان ایلام بار دیگر نگاه ها متوجه تهران و خطراتی شده که با وقوع زلزله این شهر 13 میلیونی را تهدید می کند. یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از کمبود بودجه شهر تهران برای مقابله با زلزله انتقاد کرده و گفته است با توجه به اینکه برای کاهش آسیب ناشی از زلزله تهران نیازمند اعتبار هستیم اما متاسفانه نه تنها فکری برای رفع کمبود بودجه تهران نمی شود بلکه دایم این اعتبارات به شهرهای دیگر سرازیر می شود. گفتنیست بر اساس تحقیقی که مؤسسه جایکا آژانس همکاری های بین المللی ژاپن انجام داده در صورت وقوع زلزله در تهران دو میلیون نفر کشته خواهند شد. سیستم گازرسانی و نیز دوله کشی آب و فاضلا به تهران به گونه ای طراحی شده که بر اساس نظر کارشناسان در صورت وقوع زلزله تهران دچار آتش سوزی های شدید و نیز جاری شدن سیل خواهد شد پیشتر حسین طلا نماینده تهران در مجلس گفته است که با وجود این خطر هیچ اقدامی برای بازسازی بافت های فرسوده شهر تهران انجام نشده است مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور گفت در حال حاضر 261 منطقه ممنوعه پروازی در ایران وجود دارد که با تصویب شورای عالی امنیت ملی و نامنگاری این نهاد با ستاد نیروهای مسلح بنا شده به پنج منطقه کاهش یابد. محمد علی ایلخانی در پاسخ به ایستا درباره کاهش مناطق ممنوعه پروازی در آسمان ایران اظهار کرد طبق این برنامه تنها مناطق هسته‌ای کشور همچنان ممنوع پرواز خواهند ماند اما پرواز در دیگر مناطق برای شرکت های خارجی در ارتفاع سی هزار پا و برای شرکت های داخلی در فضای بیست و هشت هزار پا امکان پذیر است. وی خاطر نشان کرد کاهش مناطق ممنوعه پروازی از یک سو به گسترش ترافیک هوایی کشور منجر خواهد شد و از سوی دیگر در امنیت و ایمنی پروازها نقش مستقیم خواهد داشت مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت از پنجه و چهار فرودگاه موجود در کشور تنها شش فرودگاه با درآمدهای خود فعالیت می کنند و بقیه فرودگاه ها زیانده هستند. ایلخانی اظهار کرد طلب ما از شرکت های هواپیمایی بابت خدمات فرودگاهی ارائه شده در فرودگاه ها 630 میلیارد تومان است که هفته آینده جلسه با مدیران این شرکت ها برای وصول مطالبات برگزار خواهد شد. وی از توافق اولیه با شرکت های هواپیمایی برای کاهش بدهی های این شرکت ها به شرکت فرودگاه ها خبر داد. در حالی که اعلام شده بود جلسه استیزاه وزیر علوم با درخواست دولت به روز سهشنبه تغییر کرده معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری گفت جلسه استیزاه روز چهارشنبه 29 مرداد ماه در مجلس برگزار می شود و این زمان قطعی است به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا مجید نصیرپور معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ضمن اعلام این خبر افزود رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری به علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نامه اعتراضی نوشته و در آن از وی خواسته است که مصادیق موارد استیزاه مشخص شود تا امکان پاسخگویی راحت تر باشد اما رئیس مجلس از روز شنبه نامه وزیر علوم را بی پاسخ گذاشته است. در همین حال محمد خاتمی در یک سخنرانی به شدت از رضا فرجی دانا دفاع کرده است. استیزاه رضا فرجی دانا از موضوعات جنجالی روزهای اخیر در ایران است. این استیزاه با 51 امضا روز چهارشنبه 22 مرداد ماه در مجلس اعلام وصول شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید یکی از مهمترین تعهدهای کشورهای پنج به علاوه یک برای رسیدن به توافق نهایی لغو تحریمهای شورای امنیت است این سخنان پس از سفر یوکیانو آمانو مدیر کل آژانس المللی انرژی اتمی به تهران بیان شد محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در زمینه آینده مناقشه هسته ایران گفت که هیچ اقدامی عملیاتی نخواهد شد مگر اینکه اعضای پنج به علاوه یک تعهد نسبت به لغو تحریم ها را اجرایی کنند به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای ظریف این مطلب را در حاشیه دیدار خود با معاون وزیر خارجه رومانی و در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اظهارات جمشید ممتاز مشاور حقوقی ایران در مذاکرات با پنج به یک مبنی بر اینکه گروه پنج به یک نمیتواند تحریم های مصوب شورای امنیت را لغو کند بیان کرد آقای ظریف گفت کشورهای پنج به یک خود نمیتوانند تحریم های شورای امنیت را لغو کنند اما این پنج کشور عضو شورای امنیت که در مذاکرات حضور دارند متحد هستند که تمامی تحریمها را لغو کنند و این پنج کشور عضو دائم شورا برای لغو تحریم ها با مراجعه به شورای امنیت و با استفاده از مکانیزم های شورا برای لغو تحریم ها تلاش خواهند کرد وی خاطر نشان کرد هیچ توافقی عملیاتی نخواهد شد مگر اینکه این پنج کشور عضو شورای امنیت که در مذاکرات حضور دارند تعهد خود مبنی بر لغو تحریم ها را عملیاتی کنند این نکته در همه مذاکرات مشخص بوده است گفتنی در کنار تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی شورای امنیت سازمان ملل نیز در ارتباط با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی جمعا چهار دور تحریم را علیه ایران وضع کرده است اما اظهارات آقای ظریف پس از سفر مدیر کل آژانس المللی انرژی اتمی به تهران بیان شد آمانو که به تهران سفر کرده بود در پایان سفرش در بیانیه از عزم جدی مقامات ارشد جمهوری اسلامی در جهت اجرای مفاد تفاهم نامه مشترک همکاری ابراز خوشنودی کرد و از اقدام های جدید که باید انجام شود سخن گفت. آمانو در این بیانیه با اشاره به ارائه اطلاعاتی درباره چاشنی های انفجاری از سوی ایران تاکید کرد که آژانس همچنان مسائل مربوط به گذشته در این زمینه را بررسی خواهد کرد. آزمایش چاشنی های انفجاری بخشی از برنامه احتمالا نظامی هسته ایران تلقی می که شفافسازی درباره آن هموار مورد مناقشه بوده است. در همین حال افزایش پرسش های آژانس درباره چاشنی های انفجاری با واکنش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روبرو شد. صالحی گلایه می کند که آژانس پیش از این در مورد چاشنی های انفجاری 13 سوال مطرح کرده بود ولی اکنون تعداد پرسش های آن به 60 سوال رسیده. و در خبری دیگر نیز عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارج شامگاه دوشنبه گفت ایران بر حقوق خود پافشاری می کند و آماده شفاف سازی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا عراقچی دست یافتن به توافق نهایی تا سوم آذر را ممکن می داند و در عین حال می گوید اگر مذاکره به توافق نهایی نرسید هیچ فاجعه‌ای رخ نداده البته دیپلماسی ادامه خواهد یافت گفتنیز مذاکرات جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک در ماه سپتامبر و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در اوایل سپتامبر دیدار می کنند. پس از 6 دور مذاکره هستهای میان نمایندگان جمهوری اسلامی و پنج به علاوه یک در وین ظریف و اشتون 27 تیر اعلام کردند که دو طرف به توافق رسیدند. مذاکرات را برای یک دوره چهار ماه دیگر تمدید کنند. این دوره سوم آذر ماه به پایان می رسد. منابع اسرائیلی و فلسطینی از تمدید آتش بس در نوار غزه به مدت 24 ساعت خبر دادند. این خبر پس از مذاکرات غیر غیرمستقیم های فلسطینی و اسرائیلی در قاهره اعلام شد. آتشبس بین دو طرف که از چهارشنبه گذشته به اجرا گذاشته شده قرار بود نیمه شب دوشنبه پایان یابد مصر میانجی مذاکرات نیز با تایید این خبر از موافقت طرفین برای ادامه گفتگوها با هدف برقراری آتشبس دائمی خبر داده است در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده است در صورتی که حماس شلیک راکت به خاک این کشور را از سر بگیرد با واکنش شدید ارتش اسرائیل مواجه خواهد شد هیئت فلسطینی و اسرائیلی از یک شنبه برای از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم به قاهره بازگشتند سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نیروهای نظامی سوریه برای دومین روز متوالی مواضع نیروهای گروه دولت اسلامی در شهر رقه در شرق این کشور را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حداقل 31 تن از اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در جریان این بمباران کشته شدند. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه حداقل چهارده موزه نیروهای دولت اسلامی بمباران شده است بخش اعظم شهر رقه از ماه فوریه گذشته تحت کنترل اعضای گروه داعش درآمده است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید انتقال مسالمت آمیز قدرت در بغداد را نقطه عطفی در تاریخ عراق دانست و خواستار تشکیل یک دولت فراگیر در عراق شد. اوباما در این کنفرانس خبری گفت هیدرال hey, عبادی نخست وزیر جدید عراق دیدگاه های خود را در زمینه تشکیل یک دولت فراگیر اعلام کرده اما این دیدگاه ها باید عملی شوند. وی همچنین داعش را خطری برای همه عراقی ها و برای منطقه دانست و گفت که عملیات نظامی محدود آمریکا علیه داعش ادامه خواهد یافت. اوباما وعده داد که آمریکا یک راه برده بلند مدت علیه داعش دنبال خواهد کرد. وی در این کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت عملیات مشترک برای آزادسازی صد موسل بزرگترین صد عراق نشان داد که نیروهای عراقی و کرد قدرت همکاری با یکدیگر را دارند ایالات متحده آمریکا اقداماتی تنبیهی را علیه یک عضو داعش و یک عضو جبهه نصرت تعیین کرد در این میان ارتش آمریکا اعلام کرد که جنگنده ها و هواپیماهای بدون سرنشین آن به حملات خود علیه مواضع داعش در اطراف سد موسل ادامه دادند در بیانیه ارتش آمریکا آمده که این حملات هوایی مؤثر بوده و منجر به بازپسگیری صد موسل شده است. ایالات متحده آمریکا سفر دو تن از اعضای گروههای اسلامگرای افراتی به خاک خود را ممنوع کرده و همچنین قرار مسدود شدن حسابهای بانکی آنها در خارج را صادر کرده است وزارت امور خارجه آمریکا تحریمهایی را علیه ابو محمد ادنانی سخنگوی گروه شبه نظامی تروریستی داعش مقرر کرده است آمریکا همچنین سعید اوریف عضو جبهت و نصره را مشمول تحریم های خود کرد. بدین ترتیب آمریکا آشکارا قصد دارد قدنامه سازمان ملل متحد علیه تروریستهایی که از آنان به نام جهادگران یاد می شود را تقویت کند. این قدنامه روز جمعه گذشته 15 اود 24 مرداد ماه تصویب شد. هدف از اقدامات تنبیهی آن است که شبه نظامیان داعش و جبهت نصره در سوریه تضعیف شوند. ابزون بر این وزارت دارایی آمریکا همه شرکت ها را از معامله با این دو گروه منع کرده است در رویداد دیگر هم ارتش آمریکا اعلام کرد که جنگنده ها و هواپیماهای بدون سرنشین آن به حملات خود علیه مواضع داعش در اطراف صد موسل ادامه دادند در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که در دو روز گذشته بیش از سی حمله انجام شده و تعدادی از مواضع ایسای بازرسی خودروهای مسلح و تلههای انفجاری نیروهای خلافت اسلامی نابود شده است در این بیانیه آمده است که حملات هوایی به اطراف صد مؤثر بوده و باعث شده که نیروهای داعش زمینگیر شده و پیش های کرد بتوانند در نبرد با آنها قدرت مانور داشته باشند سخنگوی ارتش عراق و برخی فرماندهان کرد گفتند که صد مصر را از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش پس گرفتند و در حال پاکسازی اطراف صد هستند اما داعش از دست دادن صد را تکذیب می کند. سرهنگ استی وارن از سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که عملیات در اطراف صد جریان دارد ولی او هنوز قادر نیست اعلام کند که آیا این صد به کنترل نیروهای عراقی در آمده است یا خیر در همین حال گروه تروریستی داعش به آمریکا هشدار داد که در صورت ادامه حمله هوایی علیه رزمندگانش آمریکایی ها را در هر نقطه از جهان هدف قرار خواهد داد به گزارش خبرگزاری رویترز از بغداد این هشدار با انتشار ویدیویی در اینترنت داده شده که در آن تصویر یک آمریکایی گردن زده شده در جریان اشغال عراق توسط آمریکا و همچنین قربانیان تکتیر نشان داده شده به همراه آن بیانیه ای صادر شده به زبان انگلیسی که در آن نوشته شده ما همه شما را غرق خون خواهیم کرد اما در حالی که نبرد در منطقه ادامه دارد شبه نظامیان افراطی داعش میگویند که چندین نیروی کرد را کشته و 170 نفر از آنها را به اسارت خود درآوردند. در همین حال نادهای امدادرسان میگویند هزاران آواره ایزدی برای ادامه زندگی نیازمند کمک های انسان دوستان هستند. هرچند بیشتر آنها توانستند از کوههای سنجار فرار کنند و خود را به اردوگاه های امن موقت برسانند. در شمال عراق تلویزیون دولتی گزارش داده پیشمرگه های کرد شبه نظامیان دولت اسلامی داعش را از صد موسل عقب راندند اما نیروهای دولت اسلامی این خبر را تکذیب کرده و گفتند هنوز کنترل صد موسل را در دست دارند گفته است حدود دو هفته پیش نیروهای دولت اسلامی کنترل کامل بزرگترین صد عراق را در دست گرفتند اما منابع کرد در شمال عراق روز یکشنبه اعلام کردند نقاط کلیدی و استراتژیک صد موسر را از نیروهای دولت اسلامی پس گرفتند اما اطراف صد نیاز به پاکسازی دارد تاهر القادری رئیس حزب جنبش مردمی پاکستان که مدعی است میخواهد یک انقلاب در این کشور ایجاد کند در تازه ترین اظهارات خود گفت انقلاب خون میخواهد و دیگر نمیتوان بیش از این صبر کرد وی وعده داد که عصر امروز سهشنبه انقلابی را که وعده آن را داده است محقق خواهد کرد او از هوادارانش و مردم پاکستان خواست تا رأس ساعت پنج بعد از ظهر امروز سهشنبه بار دیگر و این بار گسترده تر از روزهای قبل در صحنه تظاهرات حاضر شوند. به نشستن مردم را در خانه در چنین شرایطی حرام دانست. در رویدادی دیگر هم عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف حزب مخالف دولت در پاکستان اعلام کرده است که نمایندگان این حزب در پارلمان استعفا خواهند داد. عمران خان همراه هزاران تن از طرفدارانش چند روز است که با تجمع و تظاهرات در اسلام آباد خواستار کنارگیری نواز شریف نخست وزیر بودند. این حزب نواز شریف را به تقلب در انتخابات گذشته متهم می کند. عمران خان روز یک شنبه دعوت به نافرمانی مدنی کرد و از مردم خواست از پرداخت قبضهای های آب و برق و مالیات خودداری کنند. اما احزاب مخالف دیگر از این خواست حمایت نکردند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین با تاکید بر ادامه عملیات نظامی در مناطق جنوب و شرق اوکراین اعلام کرد اقدامات نظامی و موفقیت نیروهای اوکراینی در استانهای لوهانس و دونتسک با هزینه سنگینی صورت می گیرد. وی در جمع سرانه نهادهای امنیتی و فرماندهان نظامی این کشور گفت باید نیروهای نظامی را تجدید سازماندهی کنیم تا امکان دفاع از مناطق جنوب و شرق کشور و ادامه تهاجم نیروهای مسلح به مواضع تروریست ها فراهم شود. به همچنین افزود حملات نیروهای ارتش اوکراین و گارد ملی این کشور با موفقیت جریان دارد. فرماندار شهر فرگوسن در ایالت میزوری آمریکا با ورود گارد ملی به این شهر مقررات منع رفت آمد را لغو کرد این مقررات در پی چند روز تظاهرات خشونت آمیز در اعتراض به کشته شدن یک جوان غیرمسلح سیاه پوست توسط یک معمور پلیس برقرار شده بود. فرماندار فرگوسن گفته است که با تقویت نیروی پلیس محلی ضمن احترام به حقوق شهروندان برای اعتراض مسالمت آمیز با هر گونه خشونتی مقابله می شود. در همین حال منابع محلی همچنین اعلام کردند که کالبوت شکافی مایکل براون جوان کشته شده نشان میدهد که پلیس شش بار به سوی او شلیک کرده است. همچنین انتشار ویدیویی توسط پلیس که نشان می‌دهد این جوان دقایقی پیش از کشته شدن در حال سرقت از یک مغازه بوده، سبب عصبانیت تظاهر کنندگان شده است که می‌گویند پلیس می‌خواهد عمل خود را توجیه کند. جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکیلیکس اعلام کرد که در نظر دارد به زودی سفارت اکوادور در لندن را پس از دو سال اقامت ترک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای آسانش که به منظور اجتناب از استردادش به کشور سوئد در این سفارتخانه به سر برده بود توضیح بیشتری در مورد تصمیم خود نداد او از سوی دستگاه قضایی سوئد به تجاوز و آزار جنسی متهم شده است شبکه خبری اسکای نیوز پیشتر گزارش داده بود که جولیان آسانج به دلیل وضعیت رو به وخامت جسمیش سفارت اکواتور در لندن را ترک خواهد کرد. با این همه بنیانگذار سایت ویکیلیکس گفت که ترک سفارت اکوادور ارتباطی با آنچه اسکای نیوز گزارش کرده ندارد. در پی ادعای اشپیگل مبنی بر جاسوسی آلمان از مقامات ترکیه روابط دو کشور دچار تنش شده. در این باره وزارت امور خارجه ترکیه از دولت آلمان توضیح خواست. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار ما در ترکیه مهیستان بختیاری در بین انتشار اخباری مبنی بر شنود تلفنی سرویس های اطلاعاتی آلمان از مقامات ترکیه روز گذشته آقای داود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه با همتای آلمانی خود فرانک شتنمایر گفته بو و از او در این زمینه توضیح خواستند هنوز جزئیات بیشتری از این گفته در رسانه های ترکیه منتشر نشده اما خوب در همین ارتباط هم روز گذشته وزارت امور خارجه ترکیه سفیر آلمان در آنکارا رو به شکلی رسمی فراخوانده و در این زمینه خواستار توضیح شده آیا داوودوغلو در ارتباط با فراخواندن سفیر آلمان به وزارت امور خارجه گفته در صورت صحت این ادعاها این امر از نظر دولت او غیر قابل قبول تلقی خواهد شد آیا داوودوغلو اضافه کردن که با وضعیتی روبرو هستیم که مستلزم توضیحات بیشتر از سوی دولت آلمان هستیم به همین دلیل امروز سفیر این کشور در این زمینه توضیحاتی رو ارائه کرد ایشون گفتن این حق طبیعی دولت ترکیه است که از طرف مقابل خواستار توضیحات باشه و این هم یک مسئولیت اخلاقی هستش از این رو از مقامات آلمانی انتظار داریم اگر این ادعا صحت نداره بلافاصله گام های بعدی برداشته بشه و تکلیف و اخبار منتشر شده در رسانه ها روشن بشه چند روز پیش برخی رسانه های آلمانی از جمله هفته نامه اشبیگل مدعی شده بودند که سرویس های اطلاعاتی آلمان شونده تلفنی وزیران امور خارجه امریکا و مقامات ترکیه رو در دستور کار داشتند. رسانه های آلمانی مدعی هستند که این شمول تا از سال 2009 به این سو انجام گرفته از سوی دیگه کریستیان ویرتز معاون سخنگوی دولت آلمان بدون پذیرش یا رد این موضوع در این زمینه گفته که این موضوع از سوی کمیته پارلمانی کشورش در دست بررسی هستش و دولت او به صورت محرمانه با این کمیته همکاری خواهد کرد البته هنوز به طور دقیق مشخص نیست هدف سازمان اطلاعات آلمان از این شنودها چی بوده یا اصولا کدام بخش از دستگاه دولتی ترکیه بیشتر در معرض این ها قرار داشتن اما به صورت کوتاه آقای تانم وزیر اقتصاد و انرژی ترکیه گفتن که در طی سه و نیم سال گذشته یکی از مهمترین اهداف این سازمان اطلاعاتی بخش انرژی ترکیه بوده آقای لیز که از این موضوع بسیار ناراحت بودن گفتن که ترکیه کشور قانون هست و این موضوع از روی وزارت خارجه ما در حال بررسی هستش هرچند در مورد شنود تلفنی وزرای امور خارجه امریکا از جمله شنود مکالمات تلفنی خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق امریکا برخی منابع نزدیک به دولت آلمان مدعی هستند این شنود تنها یک بار در سال 2013 و آن هم به صورت اتفاقی رخ داده اما دستکم در مورد ترکیه هنوز هیچ یک از مقامات آلمانی اظهار نظر روشنی در این زمینه نکردن حتی خانم آنگلا مرکر صدر اعظم این کشور نیز از تایید یا رد این موضوع خودداری کرده و نتیجه رو به بررسی کمیته پارلمانی کشورش واگذار کرده با این همه به نظر میرسه اگر صحت چنین اخباری تایید بشه میتونه تا حدودی روابط دو کشور رو تیره هم بکنه خبرگزاری میزان با بسته به قوه قضایی خبر معاون اولی قلام حسین محسنی اجرایی را حذف کرد. این خبرگزاری نوشته بود قلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور و سخنگوی فعلی قوه قضایی به زودی به عنوان معاون اول این قوه معرفی خواهد شد. میزان افسوده بود محمد جعفر منتظری رئیس فعلی دیوان عدالت اداری هم جایگزین محسنی اجرایی و دادستانی کل کشور خواهد شد بر اساس اعلام این خبرگزاری حسین کریمی معاون قضایی قوه نیز به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب خواهد شد گفتنی است اخیرا صادق آمولی لاریجانی با حکم علی خامنه ای برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست قوه قضایی منصوب شد. غلام علی حداد حد عادل مشاور علی خامنه ای گفته راهبر جمهوری اسلامی مدتی است که متوجه یک خطر بزرگ برای انقلاب اسلامی شده است. به گزارش سایت رسمی سازمان بسیج دانشجویی حداد عادل گفته خامنه ای درباره این خطر نکات زیادی به مسئولان کشور گوش زد کرده است حداد عادل درباره جزئیات این خطر توضیحی نداده اما اظهار کرده ادهی قصد دارند پیروزی انقلاب اسلامی را حادثه ای جلوه دهند که در 36 سال پیش رخ داده است. به اضافه کرده علی خامنه ای چنین موضوعی را قبول ندارد و تاکید دارد که انقلاب اسلامی یک جریان مستمر است. دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد که یک شهروند آلمانی ایرانی تبار را به اتهام قاچاق برخی تجهیزات که در ساخت موشک کاربرد دارند بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان دادستانی فدرال این کشور خبر داد که دکتر علی رضا به 63 ساله را به اتهام فروش تجهیزاتی با کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی به ایران بازداشت کرده است. دکتر علی رضا ده محموله را از طریق شرکتی در یکی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس به ایران فروخته است. این گزارش میگوید که دکتر علیرضا قبلا نیز به خاطر تلاش برای ارسال تجهیزات تحریمی به ایران در سال 2009 بازداشت و به حبس تعلیقی محکوم شده بود عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید مخالفت با صدور مجوز برای راهپیمایی روز کارگر به علت هزینه های احتمالی بالا و نیز احتمال درخواست مشابه برای روز پرستار و کارمند بوده است. آقای رحمانی فضلی در گفتگو با روزنامه شرق گفته اگر برای موضوعات مشابه مثل روز کارگر این اجازه را میدادیم برای روز کارمند و پرستار همین تقاضا از ما میشد با این گزارش به پایان این بخش خبری می رسیم. با سپاس از همراهیتان شاد و سربلند باشید